سلام آقای بهنود، بحث های ضد امپریالیسمی و مرگ بر آمریکا و اینا کم کم وارد مطبوعات میشه. اگه بخوام به یه نکته مهمی رو بگیم که بعد از 3-4 روز از اومدن آقای خمینی داشت، حالا مطبوعات هم آزاد بود، داشت از دل مطبوعات میزد بیرون، این بودش که مطبوعات، حتی مطبوعاتی که خیلی نزدیک شده بودن به دستگاه و بیت رهبری و موقعش بودن کمیته استقبال، حتی اونها هم انقدر دور مسائل به اصطلاح دینی نمیگشتند، راجب حجاب و این چیزا نمی نوشتند. نقطه مشترکی پیدا شد که به نظرم خود به خود پیدا شد بین همه روزنامه ها و اون اینی که ضد استکبار و ضد امپریالیسم. برابر این شعارهای معروف جناح چپ که هیچ وقت عادت نداشتیم قبلا که روحانیت از این حرفا بزنه، انقدر عام شد که یواش یواش بیان آقای خمینی هم که تنها کسی بود که البته قبلا میگفت جناح مذهبی، ولی تند شد. و همینطور مذاکرات پشت پرده بازرگان و بختیار، که حالا مقصدم نیست که روبرو میگفتن، شاید هم میگفتن، ولی به هر حال اونا ذهنا خیلی به هم نزدیک بودن و نزدیکی اونا میتونست یه راه حلی باشه برای حل ماجرا. اونها هم همینطور کشمکش میکردن و هر دو گروه از دو طرف فشار می آوردن و اینو به هم می زدن. اینجا تیتری که هست از قول بنی سعد، آقای بنی سعد میگه که امپریالیسم 6 هدف در کشور ما دارد: بانک ها عامل چپاول مردمند، و از طرف دیگه هم بختیار اون بالا میگه نه با شاه سازش میکنم نه با خمینی، به آیت الله خمینی هم اجازه تشکیل دولت موقت رو نمیدم. بله، اگه بخوایم یک نگاهی هم به اردو آقای خمینی بکنیم از توی روزنامه ها، باید بگیم روزنامه ها به سرعت پر شد از استعفانامه های نماینده های مجلس که از شکل های مختلف اومدن رفتن، که بعد دیگه رسید به اینکه با رئیسشون رفتن. و این وسط خب اتفاقاتی هم که دیگه هم که همینطور می افتاد، یعنی در شهرستان ها مقامات محلی به روحانی یا امام جمعه، البته تعیین نشده هنوز، شهرستان ها متوسل می شدن، داشت یک نقل و انتقالی به سرعت اتفاق می افتاد که بعداً حوزه راجبش حرف زدیم. نمیدونم چقدر بحث مصادره اموال اون زمان در اون روزها مطرح بوده، ولی صحبت آقای طالقانی که میگه تصرف اراضی عمومی خلاف شرع است توی روزنامه کیهان هم جالبه. البته من تعبیرم این نیستش که ایشون مخالف مصادره بود از این جمله ها، بیشتر طرفداری از محیط زیست و جنگل و اینا. بریم روزنامه اطلاعات رو ببینیم که از جلسه مهم دیشب در حضور امام میگه که بختیار گفت نخست وزیر منتخب امام اگر وارد عمل بشه توقیف خواهد شد. منظورش آقای بازرگانه. بله دیگه، حالا دیگه کم کم معلوم شدش که این راههایی که برای آشتی با بختیار رفته و هر دو طرف امید داشتن که کاری که در نفل و شاتو نشد در تهران بشود، یعنی اینکه بختیار بره پیش آقای خمینی و مثلا فرض کنید که مثل شهردار تهران ایشون بگه که حالا با حکم من برو بشه نخست وزیر و بعدم رفراندوم بشه، یه همچی طرحی وجود داشت گفته میشد، ولی این نشد و بالاخره رسید به اینکه ایشون گفتن که من تو دهن دولت میزنم، دولت هم گفت من نخست وزیر او رو قبول ندارم، بنابراین حالا رفتیم به این باریکه و نقش نظامی ها این وسط مهم شد. شاید اینو بشه از تیتر آیندگان دید که آقای بختیار خیلی تند میگه که کسانی رو که جنگ داخلی راه بیاندازن تیرباران میکنن. ولی هنوز دو پهلوه، هنوز شاید که اشاره میکنه به اقلیت هایی که در مرز بودن، در استانهای مرزی که درش اسلحه اومده بود بیرون و عملا دولت یواش یواش دیگه کاری نبود در همه اطراف کشور، ولی به هر حال یه طوری گفت که این طرف هم بشنوه. یه توضیح هم میدین در مورد این تیتر، اگه مردم قبول کردند رژیم جمهوری خواهد بود، از طرف این تیتر است که ذره ملایم شده، به خاطر اینکه تا اون چیزی یادم میاد چیزی که مطرح بود این بودش که خبرنگارا سوال کردن که شما میخواید یک رژیمی رو بیارید مثل حکومت اسلامی رو خبرنگارا زیاد میگفتن، ولی تا اونجایی که یادم هست آقای خمینی پرهیز میکرد از گفتن این حرف و یه جوری بازی میکرد که معنیش این بودش که هرچی مردم بگن، و هنوز نرسیده بود اونجا که یه کلمه زیاد کلمه کم، هنوز فاصله داشتیم. در اینجا این در جواب اون سوال گفته شد که آیا مردم یا شما تعیین میکنین، که گفت اگر مردم قبول کردن رژیم جمهوری خواهد شد، که در اون فضا خیلی حرف مثبت مردمی تلقی میشد. ممنون آقای بهنود.